بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، جوانان عزیز و هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحبت امروز ما ان شاء الله بگرد یک محور اساسی میچرخد که عبارت است از فاجعه علمناک که گاه و ناگاه سر می کشد در یک وطن اسلامی که در تمام مقاطع تاریخ و خاطر حمایت و حفاظت از این دین و از روش‌های اسلامی هزارها، بلکه بدون مبالغه شاید بیشتر از 2 میلیون 3 میلیون خون پاک به این سرزمین ریخت است و هدف این خون برابر است که در برابر استعمار انگلیس بوده باشد یا در برابر تاخت و تاز چنگیزها بوده باشد و یا در برابر تاخت و تاز شوروی سابق بوده باشد. هدف اساسی این خون پاک حمایت و حفاظت و دفاع و قربانی از دین مبین اسلام بوده است. ولی جای تأسف است که نه تنها اواخر، بلکه بارها نبض ما گرفته می شود که آیا در این ملت تا هنوز غیرت، شجاعت، همت، قربانی و بالاخره ایمان باقی است و یا خیر. به هر حال، جوانان نهایت عزیز، بیشتر مخاطب صحبت ما شما هستید و من همیشه کوشیدم و میکوشم که قضایا را از دریچه احساسات موردی بررسی قرار ندهیم، بلکه از دریچه منطق که دین مبین اسلام فرق می کند با چند به اصطلاح مواعظ و پند محرف و مزیف کلیسایی. این اسلام است، این دین منطق است، این دینی است که ضرورت بود به این دین. مسیحیت، نصران، یهودیت، بودایزم، شرک، همه چیز اصلا اکسپایر شده بودن. اینجا بود که خداوند بالای تمام انسان و بشریت لطفی عظیمی را شامل حال انسان ساخت که دین برای انسان به رهبری بزرگترین پیغمبر در تاریخ بشریت و با بزرگترین کتاب و جامعترین دستور حیات که قرآن پاک است برای بشریت عرضه فرمود یا ارزان فرمود. این نعمتی بزرگ است. بناهن اجازه بدهید که ما یک نظری مختصری به قبل از اسلام و یا درخشش آفتاب و خورشید اسلام داشته باشیم که ما وقتی میگیم اسلام دین جهانی است، اسلام دین کامل است، نیاز و ضرورت بود و چنین دینی بشریت
بشنین دین و آیین نیاز داشتن و ضرورت داشت. اینجا است که میم یک صفحه یا دو صفحه از تاریخ به خاطر اظهار مطلب به اجازه شما دوستان ورق میزنیم، ببینیم که قبل از اسلام و قبل از درخشش خورشید اسلام انسانیت در چی وضعیتی قرار داشت. از نظر عقیده انسانها به سه بخش تقسیم می شدند: دهریت یعنی ماتریالیزم و یا افراد کم و کوچکی که به هیچ دینی پابند نبودند، که قرآن در سوره جاسیه به چنین حقیقت اشاره می کند: و ما یهلکون و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، گفتند نیست کدام زندگی دیگر مگر اینمی چند روز زندگی دنیا که بعضی میمریم و بعضی دیگر با وجود می آییم، و هلاک نمی کند ما را مگر دهر و زمانه، که قرآن با این مکتبی فکر در این آیه مبارکه اشاره می کند. دوم، شرک و بت‌پرستی. تنها قضایای بت‌پرستی یا قضیه بت‌پرستی نبود، بلکه انسانها تا چنین تا اکنون هم میبینیم که در کشورهایی که حتی در اونجا ساینس و تکنولوژی به اوج خود رسیده، انسانها گاو میپرستند. سنگ پرستی بود، آفتاب پرستی بود، آتش پرستی بود، بت‌پرستی بود. به هر حال شرک یکی از جمله به اصطلاح مصیبت و مرضی بود که برخی از انسانها به او مبتلا بودند. دوم، اهل کتاب و یا کتابیت. قبل از اسلام خصوصا پیروان دو کتاب در جهان وجود داشت: پیروان تورات و پیروان انجیل، یا به عبارت دیگر پیروان موسی علیه السلام و پیروان عیسی علیه السلام. اما قضیه شرک و قضیه دهریت در اینجا موضوع بحث ما نیست، که در وقتش انشاءالله با او برمیگردیم و بحث خواهیم کرد. در اینجا چون امروز ما با یک مصیبتی بزرگی که جهان اسلام روبروست، خصوصا یک کشوری جنگ زده فقیر بیچاره در بدر، که امروز از خلال ناداشتن سیستم دفاعی امروز میبینیم که دشمنان اسلام میخواهند که افکار پوسیده عیسویت و یا یهودیت در اینجا ترویج بکنن. ببینیم که عیسویتی که قبل از اسلام بود و یهودیتی که قبل از اسلام بود در کدام مستوا قرار داشت. دوستای نهایت عزیز، وقتی که با آیات مبارکه قرآن پاک بر میگردیم، از دین موسی علیه السلام یعنی از تورات چیزی باقی نمانده بود. اگر احکامی بود در دسترس یک تعداد دین فروش بود، که قرآن صراحت دارد در سوره بقره و در دیگر سوره آل عمران: ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، که تنها و تنها وظیفه کسانی که منسوب بودند با علمای یا با دین یهودیت و با نام علمای یهود و یا اینکه اهل تورات یاد می شدن، فقط دین فروشی، ایجاد تعصب، ایجاد بدبختی و صدها مشکلات دیگر که تورات بر اصل خود باقی نمانده. و در پالوی از این عیسویت بود. عیسویت، وقتی که ما عیسویت میگیم، یعنی دینی که منسوب است به حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه السلام، مسیحیت میگه دینی که منسوب است به حضرت مسیح، که یکی از جمله القابی حضرت عیسی علیه السلام. از عیسویت مشکی از خرافات چیزی نمانده بود، چیزی که امروز به نام کتاب مقدس متاسفانه به اصطلاح که توضیح می شود. یک بار از اول تا با آخر ببین،
که آیا این کتاب خدا شدن میتواند بیان. با اتفاق خود اهل اناجیل اصلا چهار انجیلی که نوشته شده است بعد از بالا شدن حضرت عیسی علیه السلام با آسمان نوشته شده است، نه طوری که کلام خداوند قرآن پاکی از الیف تا بیا، از بای بسم الله سوره تا سین سوره و ناس همه کلام خداست با لفظ و معنا از طرف رب العالمین به خیر البشر صلی الله علیه و سلم نازل شد. این چنین نیست، بلکه کتابهایی که نسبت داده می شود، مثلا انجیل متا یکی از شاگردان حضرت عیسی بود و نوشته کرد، کدام گوشه بسیار دور و دراز به شکل خرافی دو دیده می شد که گویا رب به عیسی چنین گفت بناعن، یا انجیل لوقا. وقتی که داخل اناجیل میشه که امروز در دسترس مسیحیت است، اینجاست که اون مسیحیت عاقل دانشمند تقریبا به چنین کتابهای محرف خداحافظی گفته است. میبینی که لوقا با متا جور نیست و مرقس با به اصطلاح کتاب دیگری برنابا و غیره جور نیست، همه در تضاد و تناقض هستند که امروز چون وقت کم است که من مثاله های از تضاد و تناقض و چیزهایی که بس اوقات کلماتی پیدا میکنی که اگر به یک مؤلف یا نویسنده بوی که امیر چنین تو نویشته میکنی او حتما نمیپذیرد که به او نسبت داده شود، چی تو به حضرت عیسی علیه السلام نسبت داده شود. اینجاست دوستای نهایت عزیز که امروز اصلا عیسویت به نام یک دینی که او بتاند که به شریعت رهبری بکند، او بتاند که پیوند ما بین خالق و مخلوق باشد، او بتاند که نظام زندگی را برای انسانها، اگر چنین می بود علیه مسیحیت در غرب انقلاب برپا نمی شد و از تمام جوانب زندگی انسانها جمع شد به گوشه کلیسا به دسترس چند دین فروش و چند پاپ قرار گرفت که به هر قسمی که خواستن او را به نفع و مصلحت خود توجیه کردن. ببینیم قرآن پاک اشاره میکند به یکی به جبر ادیانی که اینا وزیر عنوان دین قبل از بعثت پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم، قبل از آمدن نور آسمانی یعنی قرآن مکرم معزز و مبین، انسانها را زیر عنوان دین در پایشان و در دستشان زولانه زده بودند. قرآن به این حقیقت اشاره میکند و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليه. محمد صلی الله علیه و سلم آمد فرستاده شد تا اینکه یوضع عنهم اسرهم قبل از یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث، برای انسانها چیزهای پاک معرفی بکند، انسانها را از چیزهای پلید دور نگاه کند و از جمله برنامه‌های بعثت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم و یوضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت والاغلال التي كانت عليه. پیغمبر بیای آمد که دور بسازد از پشت انسان هایی که زیر عنوان دین بار سنگینی به پشتشان گذاشته شده بود و زنجیر و زولانه که به دست و پاشان زده شده بود. چه قسمی که سفیری پیغمبری بزرگوار علیه السلام با امپراتوری فارس گفت که ما در قصه مال و جاه و منصب و چوکی نیستیم، ولی نبوت و رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام در یک نکته خلاصه می شود که دیگه به تو و امثال تو سجده نشود، سجده به کسی شود که انسان را خلق کرده. اسلام است که از جبر ادیان محرفه که به دسترس چند پاپ و چند اخبار قرار داشت و انسانها را بدنشان پلستر مانده بودند، اسلام آمد آزاد ساخت. اسلام دوستای نهایت عزیز، باز هم برمیگردیم به موضوع که
که میبینیم که اصلا بشریت در چنین حالتی، یک تعدادی از مردم میبینی که سرگرمی گو پرستی، آتش پرستی، بت پرستی، ستاره پرستی، و یک تعدادی مردم در پا و دستشان زولانه زده شده، آزادیشان سلب شده، اندک حرکتی که میکنه پا برش میگه که خلاص ما تو را در دوزخ میانداز، و از راه دین عوایدیست. آیات خدا در تورات فروخته میشود، احکامی که در اونجا ارتباط داد به قانون جزا بر بالای کسانی تطبیق میشن که فقیر و مسکین و بیچاره و بیواسطه هستن. اما اشراف و کسانی که اونها به پاپها و به اصطلاح علمای تورات ارتباط دارن، اونها معاف میشون از گرفت قانون، چنانچه که روزی از روزها قضیه رخ داد، یکی از زنان اشراف عرب مرتکبی جرم شد که باید بالاش حد جاری می شد، سرقت کرده بود. کوشیدن تا اینکه وساطت شود با پیغمبر علیه السلام تا ایشان از اجرای حد صرف نظر کنند، از اجرای حد بر بالای زنی شریف یا زنی اشراف صرفی نظر کنند. گفتن بیاین کسی را به خاطر وساطت به خدمت پیغمبر علیه السلام میفرستیم. مشوره کردن، گفتن اسامه بن زید از جمله محبوبین پیغمبر علیه السلام است. وقتی اسامه میاد موضوع را به پیغمبر علیه السلام و دجریان میگذره که یا رسول الله فلان زن که انتماء داره یا نسبتش به فلان قبیله اشراف است مرتکبی سرقت شده است، و اونا میخواهند که سرقت یا حد سرقت بالای جاری نشود، دیت بپردازند یا عوض مالی و بدل بپردازند، بدل بپردازند. آن قدر در غضب میشود پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم، میگه هلاک شد کسانی که، ببین، هلاک شد کسانی که قانون خدا را بالای طبقه غریب تطبیق میکردن و اشراف را معاف میکردن، هلاک شدن. اشاره به طرف کسانی بود که با تورات و احکام تورات تجارت میکردن. قسم به ذات خدا اگر دخترم فاطمه دزدی کند دست شقت را میکنم. ببین بشریت بر چنین رهبری ضرورت داشت تا از کلیسا و از علمای یهود که شب و روز احکام خدا را تحریف میکردند و در مابین انسانها فتنه ها را و آتش فتنه را دامن میزنند که قرآن میگه کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، هر وقت که بخواهند که آتش فتنه را دامن بزنند خداوند را خاموش میسازد. بشریت به چنین رهبری ضرورت داشت، و چنین کتابی ضرورت داشت، و چنین دستوری ضرورت داشت، و چنین دین و شریعتی ضرورت داشت. جای تأسف است که امروز بزرگترین و دانشمندترین علمای غرب خصوصا ساینسدان ها دین مبین اسلام بهترین راه برای نجات بشریت، قانوندان ها دین مبین اسلام بهترین راه برای نجات بشریت میدانند، و تو بی غیرت در برابر $4 ناموس خود سودا میکنی. بسیار بی غیرت بودی تو، بسیار بی ناموسی کردی تو، نباید چنین کاری را تو مرتکب شوی. بلی انشاءالله ما پیرامون اسباب این فتنه ها و این به اصطلاح دسیسه ها و توطئه ها ضد اسلام عزیز و مقدسات و معتقدات من صحبت خواهم کرد. به هر حال جای تأسف است. بعد میگردیم به اسباب نشر سویت، که سویت از کجا سر کشید و اسباب ترویج از در جهان ایران خصوصا و به شکل عموم در کشورهای فقیر و عقب مانده و بالاخص در افغانستان. مسیحیت
در اروپا و در غرب جایگاهی ندارد. قسمی که خدمتتان عرض شد، عیسویت در اونجا فقط محدود در چوکات چند پاپ است و محدود در کلیساست. در هیچ محکمه عیسویت با مایکروسکوپ دیده نمیشه، در نظام تجارت دیده نمیشه، در روابط بین دول دیده نمیشه، اصلا اکسپایر شده است. یک قانون خدا از دوستای عزیز، وقتی که شما یک مثال بسیار کوچک، یک انسانی که مرضی مزمن داشته باشد و بخواهد که خود تداوی بکند، به معالجین مراجعه میکند. دکتر معالج میبیند که جسم قابل تحمل یک بار علاج بسیار قوی نیست، بنابراین به تدریج به اون نسخه میده. این نسخه برای یک هفته، این نسخه برای یک هفته، ازی بیشتر یک تابلت استعمال نمیکنی که به جای ازی که فایده برساند بر نقص میکند. این شکل از تاریخ بشریت و تاریخ ادیان، نسخه ای که زیر عنوان تورات و یا انجیل از طرف خدا برای انسانها داده شده بود، مدتش اکسپایر شده بود. اینجاست که نسخه قوی برای همیش کامل شامل جامع برای همه بشریت که قرآن و شریعت محمدی علیه الصلاه و السلام از داده می شود. دوستان نهایت عزیز، وقتی که در اروپا و در غرب عیسویت بازارش در کساد بود، جایگاه خود از دست داد، پای دراز کرد به بعضی کشورهای مثل بعضی کشورهای خلیج، کشورهای افریقایی و کشورهای منطقه، و زیر عناوین مختلف داخل نشر و ترویج شد. طوری مثال میبینیم که برخی زیر عنوان انسان دوستی، ما فقط تنها و تنها در اینجا آمدیم که با انسانها محبت داشته باشیم، زیر عنوان انسان دوستی، کلمات بسیار عالی، انسان دوستی خوب، کلمه قابلی پذیرش است واقعی، ولی در ظاهر عسل، در باطن زار. زیر عنوان تبشیر، تبشیر چقدر کلمه زیبا، بشارت دادن، مژده دادن، مژده به چیز؟ با آمدن حضرت مسیح علیه السلام. بسیار خوب، این که پیغمبر بزرگوار ما، ما را مژده داده است، رهبری بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم. ولی مژده ما با مژده خودت فرق میکنه. مژده ای که پیغمبری بر حق صادق و مصدوق داده است با آمدن برادرش، یعنی برادرش از جمله انبیاء عیسی علیه السلام، که پایین میشه در بام کعبه و دجال میکشد، طبق شریعت رسول پاک صلی الله علیه و سلم با شریعت رهبری میکند. اولین کاری که میکند صلیب در هم میشکند، آنچه که تو به گردن تا ویخته ای، عقل تیکو، عقل ببین، تو میگی که توسط صلیب عیسی اعدام شد. وقتی توسط چیزی پیغمبر اعدام شود طبق عقیده تو و او را در سینه تو آویزان بکنی و او به اصلاح رمز عبادت باشد و او قبله تو باشد، یک انسان عاقل با چوبی که پدرش کشته می شود او چوب بد می بیند، با شمشیری که پدرش قتل می شود با او شمشیر دشمنی خدا اعلان می کند، و تو با صلیب رمز عبادت تو، این چقدر حماقت است. صلیب با گردنش آویزان، اولین کاری که به زبان پیغمبر مبارک ما صلی الله علیه و سلم، اولین برنامه حضرت عیسی علیه السلام ایست که صلیب در هم میشکنند و خنجر از بین میبرد، چیزی را که در تمام کتابهای آسمانی نارواست و تو از گوشتی از او استفاده میکنی، و آنچه که تسلیس است که تو پیغمبر اولوالعزم خدا را بچه خدا گفته ای، اهل از او را حضرت عیسی علیه السلام تصفیه میکنند تا همه به دین توحید و شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم زیر لوای اسلام جمع شوند. یعنی عیسی بلی میآید، مبشری واقعی پیغمبری ماست، همان طوری که عیسی مبشری واقعی به محمد صلی الله علیه و سلم بود. در سوره صف میفرماید و مبشرا برسول
يأتي من بعدي اسمه أحمد بتمام عیسویای جهان. حضرت عیسی اعلان میکند که بشارت میدم شما را با پیغمبر عظیمی که علما میگن تنوین برای تعظیم است، با بزرگترین پیغمبر در تاریخ بشریت که بعد از من میاد و نام مبارکش احمد است صلی الله علیه و سلم. و اینجا سه پیغمبری بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم بشارت میدهد به برادر خود، یعنی انبیا برادر یک دیگرند، عیسی را بیا بشناس، لعنت خدا به سر تو که وقتی که تو میگی عیسی پدر داشت به نام یوسف، اولین جفایی که در حق عیسی کردی تو کردی، تو میگی عیسی اعدام شده است و خودکشی کرد به خاطر نجات انسانیت، یا در دینی ادیان آسمانی خودکشی نارواست؟ چی تو یک پیغمبر اولوالعزم خودکشی بکند که عیسی را از دوزخ نجات بده؟ چی عقلی و چی منطقی؟ عیسی پیغمبر آیتی از آیات خدا و تمام عیسویای دنیا، عیسویای منصف، مسیحیای منصف، ما از این منبر پیغمبرم علیه السلام چلنج میتونم و خواهش میکنم که خرافات و آنچه که اصلا پوسیده پشت سر بگذارین، بیاین به کلام خدا، به قرآن پاک، به سوره مریم، به سوره آل عمران، واقعیت عیسی، عظمت عیسی، جایگاه مریم، حقانیت عیسی را از قرآن بیاموزیم، به جای از اینکه علیه قرآن و اهل قرآن شب و روز در دسیسه و توطئه هستیم. و او کسانی که عیسی را حرامزاده گفتند والعیاذ بالله و به قتل از او آماده شدند، با او امروز در عقبشان روان هستیم. جای تأسف است از یک طرف به اصطلاح سمینارهای بین المللی به خاطر مقارنه ادیان، این مفهوم مقارنه ادیان است که تو زیر به اصطلاح مقارنه و مقایسه ادیان و یا تقارب ادیان، تقارب ادیان پیغمبری ما با حکم پروردگار اعلان میکنه. قل، بگو یا اهل الكتاب، کسانی که پیرو کتاب های آسمانی هستین، تعالوا بیاین الى کلمه سواء بیننا و بینکم، یک کلمه ای که در اصول تمام انبیا یکی است که او توحید و یکتا پرستی است، با دور از او جمع شوین، بیاین با دور توحید جمع شوین و او توحید در قرآن پیدا میکنی که حقیقت مسیح را او بیان کرده است. آیاتی که از سوره مریم تلاوت میشود، امپراتور و پادشاه حبشه تا آخر سوره هم صبر کردن نمیتاند، فورا کلمه اسلام هم میخواند. چرا؟ حقانیت عیسی و مریم در اوجا واضح و روشن شده است. دوستای نهایت عزیز، اینجاست که زیر عنوان تبشیر، کلمه در ظاهر خیلی بازر خبر بشارت و مجده، اما متاسفانه زیر پرده داخل کردن یا عقاید فاسد و باطل، مبارزه علیه دین مبین اسلام و جذب و جلب مسلمان ها به او دین پوسیده، مثل کلمه استعمار در زبان عربی از نظر مفهوم لغوی بسیار کلمه خوبی است. استعمار به معنای بازسازی، آبادی، ولی متاسفانه اکثر کشورهایی که در حلقوم کشورهای اشغالگر رفتن زیر عنوان استعمار، بجای از اینکه او را آباد بسازن، او را آرام بسازن، او را فرو بردن، تمام دارایی و منابع از او را غصب کردن، وقتی که فقط تنها کلبدی خشکی از او ماندنشون برآمدن، در حالی کلمه استعمار در اصل لغوی خود و معنای بازسازی است، اعمار، آبادی. ولی ببینید که چقدر خطرناک شد که امروز کلمه استعمار به معنای اشغال، غصب، سلب آزادی دیگرا و یک ما بردن تمام دارایی و ثروت دیگرا، و همچنین زیر عنوان علاج و تداوی رایگان در یکی از کشورهای خلیج شفاخانه است که او تقریبا 40-50 طبق آماری یا طبق تاریخ
1991 از 40 بستر بیشتر نیست. ولی خود یک رستوران و یک هتل بین المللی شده است، در حالی که 40 بستر داره، 40 نفر. از خلال ازی دعوتی و تبشیر و یا دعوتی مسیحیت و نصرانیت از اینجا پرچار و پخش می شود. از خلال توزیع کتب، کتاب های محرف. و طبعا یک جوان بیچاره ساده لوح وقتی که از دین خود خبر نداشته باشد، از خرافات عیسویت خبر نداشته باشد، بهترین تومه شکارشان است. از خلال تأسیس مراکز طبی و صحی، از خلال رادیوها، مطبوعات و رسانه ها به این شکل. در کجا؟ بیشتر در کشورهای فقیر جهل زده و جنگ زده. وقتی که بر میگردیم به اسباب ترویج عیسویت در افغانستان، دوستای نهایت عزیز، میبینیم که چند نکته و یا نکاتی اساسی اسباب در او خلاصه میشود. اول، جهل، خصوصا جوانان، جهلشان به دینشان و جهل به خرافات عیسویت و مسیحیت. جهل بزرگترین مرض و خطرناکترین دریچه ای که از او دشمن پیش می آید، او جهل است. جهل به دین، به احکام دین، به شریعت خداوند، و همزمان جهل و خرافات و به پوسیده شدن و منسوخیت دین عیسویت که اصلا فعلا در جهان خریداری ندارد، فقط ایست که عرضه می شود به کشورهای جهل زده. فقر یکی از جمله ترویج عیسویت، متاسفانه فقر است که در هر کشوری که فقر در اونجا سرطان و یا میکروب سرطانی خود پرازیت کرد یا پخش کرد، میبینیم که در عقیب از او مسیحیت یا کسانی که دعوت میکنن به عیسویت در اونجا میرسن. اینجاست که مسلمان ها دوستان نهایت عزیز، دین به سه سبب باقی است یا به سه اساس استوار است: جهاد به جان و مال، دعوت به علم و بصیرت، صرف، خرچ، انفاق در راه استحکام دین که قرآن آیت های متعددی وجود دارد. این نیست که تنها و تنها دفاع از مسیحیت و عیسویت مسئولیت تنها و تنها علما باشد. میبخشین از دین اسلام در مقابل فتنه مسیحیت و عیسویت فقط تنها وظیفه علما نیست، وظیفه همه مسلمان هاست، وظیفه جوان هاست، وظیفه اغنی هاست. او غنی مسلمان، در صورتی که تو در یک عروسی $1,000,000 مصرف میکنی، خبر داری که صدها جوان افغان به خاطر لقمه نان مسیحی میشود؟ به این متوجه شده یا خیر؟ این کفایت نمی کند که ما با چهار کلمات احساساتی مسئولیت خود را زیر پا کنیم. و همچنین زیر عنوان دموکراسی که امروز متاسفانه یک سرطان جامعه ماست و یک مرض خطرناک ویروسی است که با تمام انواع اضرار و مفاسد داخل جامعه ما شده است. آزادی بیان است، بابا چی کار داری؟ آزادی ادیان است، چی کار داری؟ آزادی بیان معناش همیست که پیغمبری متوهین شود. آزادی ادیان معناش همیست که در سرزمین اسلام عیسویت پرچار شود، کلیسا بنا شود. هیچی مفهومی دارد؟ وقتی ما میگیم آزادی بیان حق مسلم هر انسان است، این اسلام به ما گفته است، قرآن به ما گفته است. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. علمه البیان، انسان در اظهار ما فی ضمیر خود آزاد است. آزادی بیان و آزادی ادیان
کاملا در اسلام تضمین شده. اینجا یک وقفه داریم. از همه جوانا خصوصا خواهش ما میست که به دقت با ما باشن. از پیشتان پرسان میکنن، خصوصا جوانایی که شما در پوانتونا هستین، در مکاتب هستین، در مدارس هستین، از پیشتان میپرسن که قرآن خود آزادی بیان تضمین کرده است. قرآن میگه لا اکراه فی الدین، در دین کدام اکراه و اجباری وجود ندارد. و دیگر جا در سوره یونس خداوند میفرماید افا انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، آیا مردم مجبور میسازی که به دین اسلام بپیوندند مؤمن شوند؟ این سوال است که متوجه شماست. پس چرا شما سر و صدا میکنین؟ نمیگذارین که مردم مسیحی شوند و یا مردم یهودی شوند و یا مردم بودایی شوند و یا مردم هندو شوند؟ چه کار داره؟ دوستی عزیز دقت کن در جوابت، متوجه جوابت باش. قبل از پذیرش اسلام، ما قرآنمان، پیغمبرمان به ما اجازه نداده است که هیچ کس مجبور بسازیم که تو اسلام قبول کو وگرنه به کلاشینکوف میزنیم. لا اکراه فی الدین، در پذیرش دین اسلام اکراهی وجود ندارد. افا انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، بلی، آیه مبارکه به جای خود است. ما در پذیرش و مجبور ساختن کس به دین خود هیچ کس ما اجازه نداریم که مجبور بسازیم. بین به رهبری بزرگوارمان صلی الله علیه و سلم، هر قمندان خود وقتی که به طرف سمت دستور می دادن به خاطر جهاد، به این کلمات مبارکه قمندانشان سلشکرشان توصیه می کردن. اول انسانها را به دین خدا دعوت بدی، وقتی که از تو قبول کردن و پذیرفتن کلمه مبارک خلاص، دیگه تو حق نداری که یک قدم پیش بری. وقتی اگر قبول نکردن دین خدا را، ببین، به عقد ذمه عبارت است از یک پروتکل یا معاهده که در مابین مسلمان ها و غیر مسلمینی که رغبت دارند در زیر سایه بیرق اسلام زندگی کنند به او دعوتشان بکن، تا اینکه با خلط و خلوطشان زندگیشان در مابین مسلمان ها دین حق بشناسند و به رغبت بپذیرند. اگر ممانعت کردند، نگذاشتن که شما دعوت خود پیش ببرید، در اینجا فقط به نام خدا، به اسم الله، به نام پروردگار جهاد خدا آغاز بکن. ولی فکر باشه لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا عجوزا ولا مريضا الى اخره. ببینید التصویب قانونی بین الدولی رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی ممانعت میکنه نمیگذاره که تو به خلق خدا دین خدا را برسانی، اینه به قوت از راه بردار. ولی فکر باشه طفلی، زنی، مریضی، حتی کسی که در معبد خود سرگرم عبادت است با او تعرض نمی کنی. لا تقطعوا شجرا، حتی نمی تانی که با فصل و زراعت تعرض داشته باشی. یا اشجار و درختان سبز را قطع بسازی. ایش اسلام، اگر اجبار در اسلام ما وجود می داشت می گفت مجبورشان بساز به قبول اسلام، لکن نه، ما کسا به پذیرش دین خود مجبور نمی سازیم. خدا و پیغمبر من به ما اجازه نداده است. خب یعنی وقتی که دعوت میکنیم، چون دین تنها دین عرب نبوده است و این دین تنها در خطه آسیا منحصر نیست، این دین تمام جهان بشریت است برای ابد. اینجا ما مکلفیت داریم که ما انسانها را به دین خدا دعوت بکنیم. و کسی را دعوت میکنیم، دستور اسلام پیش روش میمانیم. یک، دو، سه: توحید، رسالت، قیامت و دیگر برنامه هایی که در اسلام هست. قانون جزای اسلام ما پیش روش میمانیم. کسی بنا حق کسی را قتل کرد، قصاص میشه و عدیت لازم میشه در صورت سقوط قصاص و یا عفو میشه. کسی مرتکب زنا شد، متأهل باشد، بالاش حد خدا جاری میشود، تنگزار. متأهل نباشد، شلاق زده میشود. کسی مرتد شد، از دین خدا بیرون شد، با او اسلام عرضه میشود. اگر نپذیرفت، مجازات سنگین، یعنی اعدام. وقتی قانون مکمل خواند مطالعه کرد، خب
نظرتان چی؟ ولا بسیار خوب. قبول کردی؟ بله قبول کردم. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. تذکره اسلام به دست گرفت، پاسپورت اسلام به دست گرفت، داخل قلمرو اسلام شد. با اراده خود، با اختیار خود قانون جزا اسلام پذیرفت. خب در آینده وقتی که مرتکب یکی از جمله جرائم و جنایات شود که او سبب اجرای مجازات قانونی، آیا او حق داره بگه که اینجا قبول ندارم؟ نه خیر. کسی وقتی که داخلی یا میخواهد که تابعیت چین بگیرد یا تابعیت طور مثال ژاپن بگیرد، اول قانون اساسیش میخواند. فرض کنیم در قانون اساسیش نوشته باشد که کسی که مرتکب خیانت ملی شد اعدام. قانون اساسیش خواند، مطالعه کرد، قناعت کرد، نشنالیتی یا تابعیت گرفت، در آینده میگه من این بند شقبو. وقتی که مرتکب خیانت ملی شد، آیا حق دارد که بگوید که من این بندش قبول ندارم و این فقرش قبول ندارم و این مادهش قبول ندارم؟ هرگز نه. این است مفهوم اسلام. وقتی که تو داخل نظام میشی، این تنها و تنها یک مذهب خشک نیست که منحصر باشد به علاقه انسان به خالق و بس، که قسمی که در تفسیری توست، بلکه این عبارت است از قانون و نظامی که رابطه انسان با خالقش محکم می‌سازد در چوکات توحید و یکتاپرستی، و رابطه انسان با انسان محکم می‌سازد در چوکات تأمین عدالت، احترام متقابل. خلاصه دین مبین اسلام هم شریعت، هم دین، هم عقیده، هم اخلاق، هم عبادات، هم روابط و هم نظام است. بناهن وقتی که کسی با وجودی ازیکی به این دین، به این قانون، به این طبیعت وقتی که ایمان آورد، پس چطور بتانیم بگیم که نخیر، اینجا خود ضد حقوق بشر است؟ ببینید که در اعلامیه جهانی حقوق بشری آمده است که هر کس میتواند که هر دین اختیار بکند. در مو اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده است که تمام ادیان و عقاید قابل احترام است. وقت قابل احترام شد، هندو مرده خود می سوزد چرا انتقاد نمی کنند؟ انسان به کرامت انسانی بد خود، انسان می سوزاند چرا در اوجا انتقاد نمی کند؟ انسان سوزانده می شود. چرا اعلامیه جهانی حقوق بشر در اوجا دست خود بلند نمی کند؟ یا کسانی که ادعا و لاف می زنند از حقوق بشر در اونجا دست خود چرا بالا نمی کند؟ که یک کسی مرتد شد خلاف قانون اسلام، خلاف قانون اسلام، قانونی که 1,700,000,000 مسلمان در او امضا کرده است، مرتد شد، اجابی از ایره میکنه که مجازات بالایش تدیده، یک دم میبینه که دست خود بلند کرد. این خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است. او گوشش هم چرا وقتی که تو میگی به اعلامیه جهانی حقوق بشر همه ادیان و عقاید باید احترام شوند، عقیده هندو را احترام داری، عقیده 1,700,000,000 مسلمان را چرا احترام نمی کنی؟ این عدالت است؟ دوستای نهایت عزیز، برمیگردیم به اسباب ترویج مسیحیت و عیسویت. قسمی که گفته شد، یکی از جمله همه بدبختی ها جهل بوده است که در رأس و قسمی که گفته شد زیر عنوان دموکراسی، ترویج آزادی بیان و آزادی ادیان، یکی از جمله مصائبی بزرگ است که برش جواب گفته شد و سوء استفاده از فقر. سریال‌ها و فیلم‌هایی که مبتذل و خصوصا پیرامون ترویج شرک، عیسویت و دیگر مسائل اخلاقی و عقیدوی که در اذهان اطفال و نسل جدید ما کفر و شرک و عیسویت انتقال می‌دهند ناآگاهانه، عدم توجه به شکل درست به جوانان. متاسفانه وقتی که یک سرمایه‌دار ما میفهمد که جوان بیکار است، مسئولیتش است که از دستی از او بگیره با او کار پیدا بکنه. بیا بچیم یک چند رفع برز میتون برو دکانداری بکن. دولت وقتی پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم با مو عظمتشان
از دست جوان گرفته خودش برش کار پیدا میکنه. مسئولیتی تو چی شد که صدها جوانی ما امروز دیپلومش به دستش و درد به درد در مؤسسات میگرده تواف میکنه، مجبور میشود. میگه بسیار خوب، معلوم شد که اسلام به تو چیزی نمیداده، تو بیا اینجا نی صلیب به گردن خود کو، من بهترین وظیفه برات میتونم. دلار میخوای در خدمتت، تعمیر میخوای در خدمتت، امکانات زندگی میخوای در خدمتت. گویا که ما یک قدم به طرف کفر و به اصطلاح انحراف عقیدوی و پذیرش عیسویت و مسیحیت جوان خود از پشت تله داریم. عدم تطبیق قانون جزا، که قانون جزا متاسفانه فقط بروی کاغذ است، خصوصا قانون جزای اسلام. دوستای نهایت عزیز، بنابرای که وقت کم است، ما میخواییم که چند پیشنهادی داشته باشم که چی باید کرد تا از چنین فتنه و از چنین دسیسه و توطیهی به شکل قطعی جلوگیری شود. اول، آگاهی جوانان به دین و ارزش‌های دینی، اخلاقی و عقیدوی، افشا کردن چهره‌های واقعی کلیسا و تبشیر برای جوانان از طریق اول، مهیا ساختن کتاب‌ها و اثرات علمی، مهیا ساختن مطالعه کتاب‌ها و اثرات علمی دانشمندان اسلامی، خصوصا کسانی که درباره مسیحیت، چهره مسیحیت و عیسویت، مکر و دسائس عیسویت و طریق نشر و پخش عیسویت در جهان اسلام برملا ساختن، که الحمدلله ده ها کتاب فعلا در کتابخانه های ما در دسترسی جوان ها قرار دارد. باید که جوان ها از استفاده بکنند، این زمینه برای جوان ها مهیا شود. و همچنین اثرات تصویری و تألیفی. رادمردی بزرگ، دعوتگری بزرگ اسلام و شخصیت جهان اسلام، شیخ احمد دیداد رحمت الله تعالی علیه، که چند سال پیش در جنوب افریقا چشم از جهان به اصطلاح پوشید و تمام عمر خود، میفهمین که ما با شما جوانان افغان میگم، بس زندگی شیخ احمد دیداد یک نظری مختصری داشته باشین. بچه یک نمک فروش، پدرش از هندوستان هجرت میکنه به جنوب افریقا، یک بچه اصلا تحصیل و تعلیمی ندارد، ولی یگانه چیزی که این جوان و این بچه خردسال در حرکت میارد، میبیند که در اونجا چیزی به نام عیسویت است، پخش میشه در مابین انسانها و انسانها از خلال فقر و بیچارگیشان سوء استفاده میشود. اینجا است که داخل میشود در عمق عیسویت، و این شخصیت بزرگ جهان اسلام باعث ایمان آوردن بیشتر از هزارها دانشمند شد از خلال مناقشه و مناظرات علمیش. قوی ترین پاپاها در مناظره شیخ احمد دیداد دو ساعت دوام نمی کرد. وقتی که انجیل ورق می زد و عینکای خودم می زد، می گفت که تو عینکای تفس کن، من برات عبارت می خوانم. باید این شخصیت بزرگ کجاست؟ تا چی وقت این سریال ها با این بدبختی، با این گمراهی ادامه بتن؟ تو بیار فیلم ها، ویدیو ها و کیسته های این شخصیتی بزرگ به شکل درست دوبله شود، ما ببینیم که این شخصیتی بزرگ، دستاورد های بزرگ این شخصیت که فخر است برای جهان اسلام. ما مجال بکنیم اگر چنین شخصیتی را عیسویا می داشتن، جهان را تسخیر می کردن. ولی ما اصلا شاید 95% جوان افغانستان خبر نداشته باشند که احمد دیداد کیست و چی کرد. از طریق منابر دعوت به شیوه خوب و درست جوان ها روشن شوند، عقیدهشان درست شود، با بسیار برخورد خوب سوالاشان جواب گفته شود و با محبت با جوان ها برخورد شود. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم آنقدر مشفق بودند به جوان ها. جوانی آمد گفت یا رسول الله ببینیم آزادی بیان، ببینیم از معلم صلی الله علیه و سلم، معلمی به شریعت رحمت للعالمین، با چی شکل یک جوان میآید
یک قضیه مهم سوال میکند و با چه شکل پیغمبری بزرگوار و شفقت و محبت به او جواب میگرد. یا رسول الله میگه یک چاره برام بسن. گفت چیز؟ میگه خطر دارم، خوف دارم که مرتکب زنا میشوم. یا رسول الله وضعم خیلی خراب است، توان ازدواج ندارم. آیا بروش به سلی زد؟ نه خیر، دست مبارکه در سینهش میمانه، در سینه امی جوان. میگه بچین اتحبه لامک، امی عملی بده به مادرت میپسندی؟ گفت نه خیر یا رسول الله. به خواهرت میپسندی؟ گفت نه خیر یا رسول الله. به عمه و خالهت میپسندی؟ گفت نه خیر یا رسول الله. گفت هر کس مادر دارد، خواهر دارد، خاله دارد، عمه دارد. میگه قسم به خدا وقتی کلمات مبارک از زبانشان شنیدم، بعد از اون من فکر کردم که یکی از فرشتگان آسمان هستم. الله این برخورد است با جوان که پیغمبر ما با جوان چه قسم برخورد، هر جمله و هر کلمه از زبان مبارکشان تداوی درد جوان ها. مضمونی شناخت عیسویت و طرق تبلیغ آن، همان طوری اونها میکوشن که در مکاتیب جهان اسلام مضمون عیسویت زیر عنوان یک مضمون پخش و نشر بکنن. ما میگیم از طریق مکاتیب، از طریق سمینارها، حتی از طریق مکاتیب یا در مکاتیب شناخت عیسویت باید و مسئله عقیده به شکل درست باید تدریس شود که نوجوانی ما بفهمد که عیسویت چیست، خدا نخواسته در آینده در اعدام خطرناک نافتد. تدویر کنفرانس ها و سمینار ها پیرامون موضوع و انعکاس آن از طریق رسانه ها و مطبوعات و قرار دادن آن در دسترس ملت و جوانان، تا اینکه از خلال صحبت های علما و دانشمندان، حتی نه تنها دانشمندان افغانستان، دانشمندان الازهر، دانشمندان جهان اسلام، در اینجا باید کنفرانس ها و سمینار ها دایر شود که با مردم بفهمانند، جوانا بدانند که اصلا عیسویت قبل از 14 سال رخصت شده است. عیسویت به نام دین فعلا در جهان مشتی از خرافات است، چیزی باقی نمانده است. گنجانیدن این موضوع در مضمون ثقافت اسلامی و تدریس آن توسط استادانی برجسته در پوهنتونهای افغانستان، ما لله الحمد یک مضمونی داریم به نام مضمون ثقافت اسلامی که در از طرف و دپارتمنتی هست در فاکولته شریعت پوهنتون کابل و در تمام فاکولته ها و پوهنتونهای افغانستان، در تمام فاکولته برابر است که ساینس باشد، انجینری باشد، طب باشد، خوانده می شود. تقویه این مضمون و گنجانیدن عیسویت شناسی و اضرار و مفاسد و مخاطر آن باید طریق از توسط اساتیده مجرب، استاده های ورزیده باید که این مضمون خوانانده شود، تدریس شود، تا اینکه جوانای ما، برادران و خواهران ما در امن باشند در آینده و آگاه باشند. جلوگیری قطعی از پخش‌های سریال‌هایی که با ارزش‌های عقیدوی، فرهنگی، اخلاقی و اسلامی ما اونها تجارت می‌کنند. توجیه و تفسیری درست از آزادی بیان، قسمی که براتون گفته شد. مؤسسات و افرادی که در این راه ملوث هستند، فوراً شهره‌هاشان افشا شود و با کیفار اعمالشان رسانیده شوند. مؤسسات و کسانی که اگر مؤسسات خارجی در اینجا زیر عنوان انسان دوستی، بشر دوستی یا تأسیس مراکز صحی، قسمی که قبلا براتون گفتم، اگر عنوان او باشد و زیر پرده پخش عیسویت و مسیحیت باشد، اگر ما خاموش می باشیم، دولت خاموش می باشد، در حق این ملت جفا و خیانت است. باید به شکل جدی و قاطعانه اقدام شود تا اینکه چاره ها افشا شوند و این کسانی که جوانان ما را به کفر الحاد و عیسویت دعوت می دهند و زمینه را مهیا می کنند به کیفری اعمالشان رسانیده شوند، تا اینکه در آینده کسی این جرأت در افغانستان کرده نتواند. کسانی که دعوت شدند از جوانان ما به مسیحیت، چون فقه اسلامی و اسلام عزیز ما هم همین اصل به ما روشن می سازد که تمامی موانی از رای دیدن به اونها برداشته شود، تا اینکه علما بشینن با اونها، با امرایشان صحبت بکنن،
مشکلات عقیدوی داشته باشن، علماشان برشان روشن بسازن، مشکلات اقتصادی داشته باشن، اغنیا و تجارای مسلمان برشان زمینه را به اصطلاح مهیا بسازن، تا اینکه یک بزرگترین وار، بزرگترین ضربه با فرق کسانی باشد که اینها را میترسانند. جوانان را فکرتان باشه که شما کشته میشید، حالا جایتان تیار است، در دنمارک، در سوئیس، در امریکا، در انگلستان، نه خیر فرصت داده نشود با چنین مکر و حیله که جوانان ما از ما اختطاف شوند، بلکه با جوانان باید چشته شود، اینها با شکلی درست با امرایشان ثابت شود، خودی از اونها چهره های کثیف و ملوثی که باعث ارتدادشان شده است و اونها را از دین اسلام بیرون رانده است افشا بکنند، تا اینکه این مجرمین به کفر اعمالشان برسند و دوباره دروازه اسلام بر روی اونها باز است، که در اون لحظه‌ای که میگن که لا اله الا الله محمد رسول الله، تمام گناهشان را خداوند میبخشد. و در آخر کسانی که رسانه هایی که جوانایی که واقعا درک مسئولیت کردن و این فتنه را کشف کردن و این را برملا ساختن، نشر کردن، ما از اینها از طرف خود، از طرف ملت خود تقدیر میکنم. خداوند اینها را موفق داشته باشد، حمایت خدا با اینها اعلان میکنیم و همچنین دیگر رسانه ها و همه الحمدلله فرزندان افغان و مسلمان هستند در این راستا. ما و ملت، خداوند از بالا، ما همه در عقیبتان هستیم که با چنین مبارزه توکل به نام خدا حرکت بکنین، در هر جایی که چنین مؤسسات زهرپاش که پیدا میکنین کشف بکنین، از طریق رسانه ها چهره هاشون را برملا بسازین و تا اینکه خدمت بزرگی را به دین و وطن خود انجام داده باشین. و باز هم برمیگردیم با تطبیق قانون جزا که مسئولیت دولت است. اهمال و اغفال دولت در شرایط کنونی فکر کنم آینده بسیار وخیم و عواقب خیلی تاریکی را شاید ببار بیارد. دولت مرکب است از انسانهایی که مسلمان هستند و افغان هستند. بلی، تعداد از انسانهایی هست ولو که در بلندترین موقف باشند که وقتی که اونا تمویل پشتیبانی میکنند از نشر کفر در وطنمان، در هر موقعی که قرار دارند باید به کیفری اعمالشان برسند. دوستای نهایت عزیز، قضیه دلخراش دیگر که برمیگردد بازم به جهان اسلام، که در این روزها شاید از طریق رسانه ها آگاه شده باشین که کشتی حامل 19 تن از کسانی که خصوصا 16 تن از برادران ترکی ما، از کشوری دوست، ملت عزیز و برادر ما ترکیه، اینها به خاطر همکاری حامل کشتی فقط مواد خوراکه و اولیه بود برای برادران و خواهران فلسطینی که از چند سال شد که به این طرف اونا محاصره هستند. و در آبهای بین المللی، در جایی که کس حق تعرض بالای کس ندارد، یعنی قلمرو اسرائیل نیست، در اونجا میبینیم که تیاره های بمفکن و به اصطلاح قاتل و تروریستی صهیونیست ها، یعنی اسرائیلی ها پایین میشوند، 16 نفر ترک شهید میکنند و تعدادی زخمی میشود. حتی در ماوین یک تن از اعضای پارلمان آلمان به اساس یک احساس انسانی با این برادرای انسان خود شریک بود است، چند تن زخمی می شود، کشتی را در موزا برهم در هم می زنن، از بین می برن و مواد خوراکی همچنین و برادرای ما در اونجا شهید می شوند. ما در برابر این عمل تروریستی، مسلمان از دین خود دفاع کرد، تروریست، اما کسی که با داشتن پیشرفته ترین سلاح مرتکب تروریسم می شود و در برابر از جهان خاموش است، صدر اعظم ترکیه. و همگی ما از این موقف شجاعانه و دلیرانه ایشان دفاع و تقدیر میکنیم و همچنین برای برادران ما که در این کشتی شهید شده است، از پروردگار قبول شهادتشان میخواهیم. چون دوستای نهایت عزیز، تعداد زیادی از بزرگان و نماینده های مردمی من به خاطر یک عمل خیر زیر یک خیمه جمع شدند. درست است که یک چند دقیقه تانا شاید ما بگیرم، ولی چون
یک موضوع مهم است. اگر اجازتان باشد یک چند کلمه من خلاصم میکنم پیرامون این موضوع. اولا پروردگارا در وطن عزیز ما صلحی که تو در قرآن گفته و رسول در سنت گفته با ما نصیب کن. صلح یک امر قطعی مثل نماز و روزه. وقتی که در مابین مسلمان ها نزاع واقع می شود و او منازعات منجر و در هم پاشیشان می شود، از بین رفتن قوتشان می شود، جنگ و نزاعشان می شود، فورا قرآن به صلح و به مصالحه و به مسالمت مسلمان ها را دعوت می کند. این یکی از جمله اصول اسلام است. و باید ما افغان ها بدانیم صلح ما خوبتر می دانیم، صلح ما خوبتر می دانیم، چرا که ما پیروی کتابی هستیم که او به صلح در هر قدم ما را دعوت میکرد، پیروی پیغمبری هستیم که او رهبری صلح جهانی بود صلی الله علیه و سلم، و ما به صلح بیشتر اهمیت داریم. صلح به منافع ما افغانهای مظلوم و بیچاره است. بنابراین خواهش من به حیث یک برادر کوچکتان و به نمایندگی از ملت شریف خود، از برادران بزرگوار و کسانی که در اینجا جمع شدند، خواهش من امیست که بلیاد خدا گامهایی برداشته شود تا این که صلح، امنیت، آرامی در کشورمان تامین شود. گامهایی در چوکات ارشادات قرآن و سنت، گامهایی که در او فقط منافع علیای کشور تامین شود، نه خدا ناخواسته صلح فرمایشی و نه صلحی که در او یک جهان مشکل تراشی باشد، موانی ایجاد شود که اصلا در راه صلح بزرگترین مزاحمت باشد. نه چنین. لله الحمد هر دو جانب افغانا هستند، هر دو جانب در تلاشی از هستند که مصالح علیای کشور در نظر گرفته شود. خارجی ها هرگز با ما صلح نمیخواهند. خارجی ها نامدن که در افغانستان آرامی باشد. مصیبت قوم عند قوم فوائد، شاعر عرب میگد مصیبت یک ملت و نزد دیگران باعث مصلحت و منفعتش است. اینجاست که ناآرامی ما، آرامی ایشان در ناآرامی ماست. اونا نامدن که کشور با ما آباد بسازن. ما ضرورتی دیگر نداریم از این بیشتر بی همت نباشیم، بی غیرت نشیم، خود از خود دفاع کنیم، از خاک خود خود دفاع کنیم، با یک دیگر دست برادری داده آغوش خود برای پذیرش برادر مسلمان و افغان خود باز بکنیم، تا این که افغانستان کشور و خانه مشترک افغان هاست. هر افغانی که به این کشور خیانت میکند و تمام حرکات و تلاشش به خاطر منافع دیگر است، خداوند دستش قطع بکند، رویش سیاه بکند. کسانی که به خاطر منفعت اسلام، منافع افغانستان کوشش میکنند، قربانی میدن، زحمت میکشند، برابر است که در مجال تأمین صلح باشد، در مجال جهاد باشد، در مجال مبارزه باشد، در مجال دعوت باشد، در مجال تدریس باشد، در هر مجالی که باشد، در مجال تجارت باشد، در مجال زراعت باشد، به این خانه مشترک، به این مادر محترم خدمت میکند، خداوند را کامیاب و سربلند داشته باشد. در نهایت میکوشیم دوستای نهایت عزیز که به اخلاص دعا میکنیم که پروردگارا به لطف و کرمت کشوری عزیز ما را با تمام کشورهای اسلامی در پناه خود نگاه کنید. الهی صلح و اخوت و برادری در کشور ما پیاده بساز. الهی آنچه که بر رضای توست، رضای تو در تطبیق شریعت و قانونت از خداوندا، به او راه، به او افتخار ما را توفیق ببخش، تا اینکه در روشنی دین و شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم زندگی سربلندی داشته باشیم و همه برادروار زندگی بکنیم و دیگر ضرورتی نداشته باشیم که دیگرا به خاطر حفاظت و حمایت ما بیایند. خداوند به ما همتی بده که ما از خود حفاظت و حمایت بکنیم. الهی اگر ما ضعیف هستیم، تو حفاظت و حمایت ما را بکن. الهی چهره های کثیف، مؤسسات ملوثی که به خاطر گمراهی جوانان ایمان در تلاش هستند، خداوند رسوایشان بساز، خداوند نابودشان بساز، و کسانی که در این راستا به خاطر افشای چهره کثیفی اونها و به خاطر افشای توطیه و دسیسه اونها کار کردن و زحمت میکشن، اجر عظیمشان خداوند نصیب کنه. خدای عزیز از همگی ما راضی باش و راضی شو. امروز که باعث درهم پاشی ماست،
برابرتی ظاهری و باطنی باشد از ما بین ما دور بساز الهی تو از ما راضی باش و راضی شو مریضها را شفای کامل و عاجله نصیب بکن کسانی که پریشان هستند از پریشانی خلاص بکن الهی باری دیگر لطف و کرم تا شامل حال ما بساز اخوت و برادری در ما بین ما پیاده بساز نفرت و بدبختی و جنگ از ما بین ما دور بکن الهی ما را یک مسلمان و یک ملت و یک امت و یک پارچه بساز اللهم صل علی محمد و آله و صحبه الله أكبر
أكبر يا قدسنا الأعراب راحوا ينسيوني نسيوا هدى المحراب باعوا لياليني يا قدسنا الأعراب راحوا ينسيوني نسيوا هدى المحراب باعوا لياليني يا قدسنا الأعراب راحوا ينسيوني نسيوا هدى المحراب باعوا لياليني يا قدسنا الأعراب راحوا ينسيوني نسيوا هدى المحراب باعوا لياليني ما علموا بإسلامي ما عرفوا ربي حميني ما علموا بإسلامي ما عرفوا ربي حميني ربي حميني يا قلب نادت ورجالنا تزهر صهيوني يا ضال يمضي ويتفكر يا قلب نادت ورجالنا تزهر صهيوني يا ضال يمضي ويتفكر ملتقي رشاشي وسلاحي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر